سلام رفقا، با چند نفر خیلی خوش اومدید. من دایالی هستم و امروز قراره با هم دیگه اطلاعات جدیدی که از رینبو سیکس اومده بیرون و سیزن جدیدش به نام دیپ فریز با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چه اپراتوری هستش، چه قابلیتش چیه و یه تیزر جدید از من به جدید اومده بیرون که خودم انصافا خیلی خوشحالم چون اینکه به تنوعی بازی میده دیگه. لتس گو بریم با هم ببینیم این سیزن چه تغییرات قراره بده رینبو سیکس. بچه اولین تیزری که از سیزن دیپ فریز اومده بیرونه با هم دیگه ببینیم. صدایی که فعلا نداره و فقط صرفا یه تیزر دیپ فریز. یاد سیزن دو میفتم که خب کامل قراره که توی 12 نوامبر رو نمایی باشه ازش و حالا ویدیوشو میزه. این از اولین تیزری که رینبو سیکس در مورد سیزن جدید داده. بخوام در مورد اپراتور جدید صحبت کنیم. میون چیزی که لیک شده و رسمی نیست. یه اپراتوری به نام توبا رو یه همچین اسمی داره و مثل اینکه یه اپراتور ترنس هستش. حالا دیگه رینبو سیکس زیاد تو کار LGBTQ EFG SHA کلن میخواد همه اپراتور رو یا گی کنه یا ترنس کنه دیگه. حالا خلاصه این اپراتور میتونه که ترنس هستش و اون گجتی که داره گجت لیژنه، میندازه زمین و حالا با توجه به اسم چیزی که اسم سیزن که دیپ فریز هسته احتمالا یخمندون تا یه شوهایی دور خودش درست میکنه و از یعنی کند شد یعنی باعث کند شدن انمی ها میشه و مثل اینکه این اپراتور عزیزمون یه قیافه گوگولی مگولی هم داره و به نظرم ترنس بهش میکنه. حالا با توجه به تأثیری که لیک شده دیگه بریم سراغ اطلاعات دیگه. بالاخره بعد یه مدت طولانی رینبو سیکس قصد کرد و چی میگن تصمیم گرفت که یا مپ جدید بده به نام لایر. حالا بریم ببینیم که این مپ چی هستش. خب با توجه به دید اولی که داریم یک این توی قاره یا توی کوهستانه این مپ، دید جالبیه. اینجوری که من میبینم از 3 طبقه تشکیل میشه. طبقه زیرین که احتمالاً قابل دسترسی برای دیفندرها نیستش، یه طبقه اول و دوم، طبقه همکفش مثلا واسه ورود اتاکر به مپ. راه روی ورودی باشه داخل من بخواهیم یا که داخل من بخواهیم باشن بوکس. این یاد چی افتادم؟ یاد ترکیب دوتا مپ هرفور بیس و مپ تاور بکنم. هر تاور بود یعنی ترکیب این دوتا. نمیدونم چجوری بهتون بگم، خیلی حس خوبی ازش میگیرم. زمان باز جزئیات بیشترش میان بیرون و میفهمیم که این مپ در مورد چی هستش و چی به چیه. خب گفتن که توی سال 9 توی یار 9 چیزم میاد، ریورک مپ تاورم میاد. حالا میگم دیگه باید مپای بیشتری اضافه کنن. الان مثلا اینکه با ورود مپ لایر مثلا اینکه استادیومو میخوام بردارن از رنگ. خب هر چقدر تعداد مپا کمتر بشه جذابیت کمتره دیگه، باید بیشتر بشه به مپ بنو بردارن که یکم جذابیت و یکم تنوع به بازی اضافه شد. حالا از همه اینا که بگذاریم میرسیم به بحث جذاب اپراتور بالانسینگ، چیزایی که بیرون اومده ازش. میگه که در مورد گجت میرا، میگه که گجت اپراتور
با ابیلیتی اپراتورهای کالی و اش نابود میشه. یعنی شما میرا دارید کالی و اش میزنن تو شیشتون، شیشه میشینه. من نمیدونم اگه این بولت پروف دیگه، پس مثلا این کارو کردن که چیز کنه، این کارو کردن که مثلا بنش کمتر بنش کنن خب و راحت تر بتونی بازی شه، بن ریدش بیاد بین. ولی خب تو داریم ماهیت میرا رو از بین میبریم، حالا کاری نداریم. در مورد گجت اپراتور مایسترو، تعدادش از 2 تا به 3 تا افزایش پیدا میکنه. زمان خنک شدنش، کولداونش از 5 ثانیه به 6 ثانیه و زمان فعال شدنش از 5 ثانیه به 6 ثانیه تغییر میکنه. در مورد اوسام میشونیم بگیم که اسمو گرینج هست شده و به جای فراگ گرینج داده شده. حالا شما فکر کن که مثلا دیواری باز شده در یاد هرچی، اوسا رو میذاری و طرف با تپوش کاور میبینی که اوسا گذاشته، خب میدیا میره پشت کاور دیگه، نیوان وانه میسته جلوش که بمیره، که میره پشت شیل، مثلا میره پشت آره شیلش یا پشت کاورش، پشت ستون هر جا و چونش فراگ کوب کنی میدیزی دقیقا همون جایی که هستش و خیلی اوپیه به نظر من. به کاپیتال هم EMP دادن، یعنی یه جورایی میشه گفتش قاتل کلشه. مثلا کلشه شما میبینید سری کاپیتال بیارید، هم این EMP داره که میتونه برنوش دیزیبل کنه، هم اینکه آتیش داره میتونه خب بالاخره پدرش در بیاره ازش کباب کلش درست کنه. در مورد لاین بخوام بهتون بگم، لاین هم گان سیکس گرفته شده و ایمپکت گرنید، EMP ایمپکت گرنید و فراگ گرنید، EMP و فراگ بهش داده شده. این هم در مورد اپراتور لاین. گرین بریج چارجش حذف شده و از اون ور EMP ایمپکت گرنید بهش اضافه کردن. سنس گان سیکسش حذف شده و بهش فراگ گرنید اضافه کردن. و آخری بلک بیر که EMPش حذف شده بهش فراگ اضافه کردن. بلک بیر فراگ اضافه کردن، یعنی به یه شیلد فراگ اضافه کردن. اصلا نظرم بعد به مانتی فراگ بدن، نمیدونم، نظرم ایده جذابیه. خب پشمام. این از تغییرات احتمالی که میدن بیرون و احتمال داره که ببینیم چی کار دیگه هم انجام بدن. حالا میگن که در ادامه مثلا حالا توی امسال یا در اواسط همین سیزن شاید این هستیم که به کنترلرها لین چپ و راست اضافه کنن، که اینم به نظرم این خیلی خوب قرار انجام بدن. واقعا کنترل پلیرها مظلوم واقع شدن اینجا. به زودی مثلا که یه سایت هم قراره ریمبو سیکس بالا بیاره به نام چی؟ به نام رینبو سیکس سیج مارکت پلیس بتا، که اینجا قرار چیکار کنه؟ قرار خرید فروش اکانت ها تو اینجا انجام بشه، 10% هم پول بگیره. به عبارت این رو انداخته که پول بیشتر بچاپه از خرید فروش اکانت، چون آیتم‌هاش که بالاخره اونجوری فروش نمیره و انقدر عقل نداره که بیاد مثل ولو فروشگاه مارکت پلیس اسکین را بندازه که این یکم رشد کنه و یکم رقابت ایجاد شه، میاد مارکت پلیس اکانت را میندازه و واقعا خنده داره برای ریمو سیکس سیچ. طبق گفته یک از این لیکرها احتمالاً 50 گیگ حجم آپدیت باشه و احتمال زیاد مپاکت کویک مچ هستن، هیل فور بیس پلین، یچ فورترس، امرالد پلین، استادیوم، نایت هیون لبز و لایر هستش. من به جدید توی کویک مچ هم میاد. و در آخر شاید به ذهنتون اومده باشه که آیا این فرگ گرین دایی که دادم بهتون، به این اپراتور دادن، نظری دادن، دلیلش چیه؟ در آخر بعدتون میگم که قدرت فرگ گرین دارو پایین آوردن، برای همین دارن نظری پخش میکنن بین بقیه اپراتورها و اینجوری کیلویی به همه فرگ گرینت میدن و پشمای من. اصلا من اول شنیدم اوسا فرگ گرینت گرفته، گفتم بابا وات دفال داره چه برای سر این بازی میاد، اگه بالانسینگ این چه بالانسینگه. بعدش گفتن که مثلا قدرت داره میاد پایین و کلا آبرو شرف هر چی گرینت داره میبرن و کسی فکر نمیکنه دیگه گرینت بیاره، چون فکر نکنم در جام بپوشه دیگه، یا باید قشنگ بگم تو حلق یارو گیر میره یه کلا نمیمیره. خلاصه که مرسی که ویدیو رو مشاهده کردید، جتون اینجاست، ممنون از همراهیتون. تا ویدیو بعدی شما رو خدای بزرگ میسپارم. ویدیو بررسی سیزن رسمی رو از دست ندید. ساب، لایک، کامنت یادتون نره.